بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی شهر و دیار خود را رها کرده و روانه کمپ‌های کابل پایتخت این کشور شدند، در شرایط دشوار زندگی می کنند. آنها تنها از کمک خیریه‌ای برخوردارند. دولت افغانستان توان تامین آنها را ندارد. آژانس پناهجویان سازمان ملل امکانات زیادی ندارد و آوارگان ناچارند به تنهایی با مشکلات بجنگند. بیکاری، محرومیت از تحصیل و نبود خدمات صحی بزرگترین مشکلات آنهاست. سلطان محمد، ساکن کمپ منطقه بازار میوه، در این زمینه به خبرنگار اناتولی گفت: به علت جنگ منطقه خودمان را رها کرده و به این کمپ مهاجرین پناه آوردم. با سرد شدن هوا زندگی در کمپ سخت‌تر می شود. بعضی شبها از شدت سرما نمی توانیم بخوابیم. بزرگترین مشکل ما کمبود غذا است. سلطان محمد افزود: مشکل اصلی بیکاری است. خانواده ما در چادر و شرایط دشوار زندگی می کنند. کودکان به علت سرما همیشه مریض هستند و هزینه درمان را نداریم. هر روز برای یافتن شغل به جاده ها می رویم اما وجود ندارد. سال گذشته بیش از 400 هزار تن از شهروندان افغانستان مقیم کشورهای همسایه به وطن خود بازگشتند. حدود 9.4 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند. این کشور بیش از 30 میلیون پناهجو دارد که 67% آنها به دلیل مشکلات امنیتی و 33% نیز به دلیل خشکسالی و بلایای طبیعی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. بیشتر خانواده‌ها در کمپ‌های پناهجویی کابل زندگی می‌کنند. وضعیت کمپ‌ها در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. امکان دسترسی به درمان و آموزش تقریباً وجود ندارد. در دیگر شهرهای افغانستان در سال گذشته بیش از 428 هزار تن بیجا شدند. بر بنیاد آماری که دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد نشر کرده است، این آوارگی داخلی در 32 ولایت از 34 ولایت این کشور صورت گرفته است. آمار دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 177 500 تن از خانه‌های خود در 4 ولایت شمال شرقی افغانستان فرار کردند. ملیشه‌های طالبان در طول سال گذشته عملیاتشان را در ولایات شمال شرقی تجدید کردند که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران تن از نیروهای افغان شد. بر اساس این آمار بیش از 74 هزار تن دیگر در ولایات شرقی افغانستان بیجا شدند. این ولایات از میدانهای اصلی جنگ بیان جنگجویان دولت اسلامی یا داعش، ملیشه‌های طالبان و نیروهای امنیتی افغان